پیش از این که کسی به عیسی ایمان بیاره، مثل شخصی است که در تاریکی قدم میزنه و به خاطری که چراغ نداره تا راه خود پیدا کنه، پایش میلخشه و در گناه غرق میشه. وقتی ما به عیسی خداوند ایمان بیاریم، مثل کسی میباشیم که در روز روشن و آفتابی در یک راه راست قدم میزنه. عیسی میگه من نور جهان هستم. کسی که از ما پیروی میکنه در تاریکی را نمیره. خدا به او روح مقدس خود میبخشه تا به او کمک کنه که به ایمانداری راه و روش زندگی را به دیگران تعلیم بده. یک مسیحی شخص تازه می باشه و میل داره که از کلام خدا اطاعت کنه. او شکر می کنه که خدا گناه های او را بخشیده است. کسی که به عیسی مسیح ایمان داره مرتکب زنا نمی شه. از جنگ و دعوا بد می بره. دزدی و بت‌پرستی نمی کنه. روح مقدس خدا به او قدرت می ده که از همه اعمال زشت دست بکشه و کارهای خوب و نیک اجرا کنه. وقتی یک خانواده در راه خدا قدم میزنه، مرد او فامیل زن خود را دوست می داشته باشد و زن هم به شوهر خود احترام میکنه. این چیزی است که کلام خدا به ما آمر کرده. اونا یکی دیگه خود را کمک و تشویق میکنن و به اطوال خود یاد میتن که خدا را دوست داشته باشند و از کلام او اطاعت کنند. فامیل مسیحی با هم یک جا با حضور خداوند دعا میکنن. عیسی به شاگردای خود تعلیم داد که به تمام مردم حتی به دشمنا محبت داشته باشند. ما باید اشخاص فقیر و محتاج و حتی مردمی که از دیگر قوم و مذهب هستند کمک کنیم. عیسی از یک شخصی قصه میکنه که به یک شهر دیگر سفر کرد. دزدا به سر شمله آوردن و او را زدن. مردی از یک مذهب دیگر مسافری را که به سختی زخمی شده بود یافت و کمکش کرد، چرا که به کمک احتیاج داشت. کمک او به خاطر پول نبود. عیسی گفت که ما هم مثل همون مرد به دیگران خوبی کنیم. بعضی مردم پیش از این که به عیسی ایمان بیارن با شیطان و ارواح پلید سر و کار داشتن یا بت‌پرست بودن. پیروای عیسی باید با ارواح خبیث تماس نداشته باشن. ما باید از اونا نترسیم و بنده و خدمتگارشان نباشیم. خداوند خیلی قادر و تواناتر از شیطان و ارواح پلید است. ایماندارای مسیحی از همه چیزهایی که به شیطان و ارواح پلی تعلق دارن دوری میکنن. ما ایماندارا نباید از شیطان واهمه داشته باشیم. ما باید تنها از خدا کمک بخواهیم که ما را در پناه خود حفظ کنه. در زمانهای قدیم مردی زندگی میکرد که پر از ارواح پلید بود. زور ریسمان و زنجیر به او نمی رسید، زیرا ارواح پلید که در وجود او خانه کرده بودند بسیار قوی بودند. اما وقتی عیسی به ارواح پلید فرمان داد که از وجود آن مرد خارج شوند، اونا فوراً اطاعت کرد. آن مرد از قدرت ارواح پلید که بالای او داشتند آزاد شد و بعد رفت و به دوستای خود گفت که عیسی در حق او چی کرد. قدرت عیسی زیادتر از
قدرت ارواح پلید است. او بسیاری مردم از بند ارواح پلید آزاد کرد. شیطان و ارواح پلید همگی باید مطیع عیسی باشند. شیطان همیشه می خواهد که فرزندان خدا را وسوسه کنه تا از پیروی عیسی دست بکشن. شیطان می خواهد که ما خدا و راه های او را فراموش کنیم و ما را به چیزهای دنیایی مثل پول، لباس مقبول، سیگرت و مشروب قوی وسوسه می کنه. شیطان می خواهد که ما باور کنیم که چیزهای مهمتر از خدا هستند و ما را خوشحال می سازن. اما شیطان دروغ می گه. او کوشش می کنه که ما را از خدا رویگردان سازه، اما روح مقدس خدا به ما کمک میکنه که در مقابل شیطان مقاومت کنیم و به عیسی خداوند توکل کرده بنده و پیرو او باشیم. عیسی قصه میکنه که یک مرد جوان خانه را ترک کرد و به یک سرزمین دور رفت و به کارهای زشت و عیاشی شروع کرد. با زناکاری و گناه و اعمال بد همه پولی را که پدرش داده بود ضایع و برباد کرد. بعد از اینکه جیبش خالی شد، یک قحطی شدید آمد و او بسیار فقیر و کشنه شد. از گناه‌هایی که کرده بود پشیمان شد و گشته پیش پدر خود آمد و زاری کرد که او را ببخشه. پدرش چون او را خیلی دوست داشت، در بغل گرفت و به بسیار خوبی و خوشی از او پذیرایی کرد. این قصه به ما یاد میده که اگر گناه از ما سر بزنه، باید از دل و جان توبه کنیم تا خدا ما را ببخشه. و به خاطری که عیسی جان خود در راه ما قربانی کرد، خدا ما را بسیار دوست داره. خدا غفور رحیم است و هر گناه ما را میبخشه و ما را دوباره با حضور خود قبول میکنه. وقتی بنده های خدا مریض میشن چی باید بکنن؟ اونا میتونن به نام عیسی مسیح پیش خدا دعا کنن و ایمان داشته باشن که هرچی خیرشان باشه برشان میکنن. او باید پیش کسی یا چیز دیگه دعا نکنن و از بت و تعویذ کمک نخواهن. خدا قادر است که اگر بخواهد شخص مریض شفا میده و یا به او کمک میکنه که دوای صحیح را پیدا کنن. خدا ما را دوست داره و اختیار همه چیز که فرزندانش میخوان به دست اوست. خدا ایماندارا را از شر شیطان و از همه خطر حفظ میکنه. پس ما باید از چیز نترسیم. عیسی امرای ماست و ما را در وقت مشکلات تسلی و آرامش میبخشه.